در ماهای اخیر ما شاهد گسترش مبارزات مدنی و مردمی در اشکال مختلف اون بودیم. مبارزه علیه نظامی که 14 دهه است نشان داده که قادر به پاسخگویی به هیچ کدام از خواستهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم نیست. نمیتونه خواستهای جامعه رو که 70% اون رو جوانانی تشکیل میدن که بعد از انقلاب 57 متولد شدند رو پاسخ بده و برآورد کنه و برای اونها آینده ای رو ترسیم کنه. ما برای گفتگو در رابطه با مبارزات مدنی به سراغ دکتر رامین احمدی ساکن آمریکا میریم. آقای احمدی پزشک سالهاست که در رابطه با مبارزات مدنی و اشکال مختلف اون و استراتژی مقاومت مدنی تحقیق میکنه. آقای احمدی، آیا میشه گفت که به نوعی مبارزات مردم، گسترش مبارزات مردم در ماهای اخیر حاصل استیصال مردم از نظام کنونی است؟ بله، البته میتونیم یه همچه تفسیری داشته باشیم همینطور که فرمودید. من فکر میکنم که استیصال در واقع حتما بخشی از این حرکت هست، یعنی نه فقط یک استیصال اقتصادی رو ما میبینیم از این نظر که مردم احساس میکنن همه راه ها برشون بسته شده، جوونا فکر میکنن آینده ندارن. شما بدترین کاری که میتونید با جوونا یک مملکتی بکنید اینه که آیندهشون ازشون بدزدید. اینکه جوانی فکر بکنه که مهم نیست که چی کار بکنه و چه جوری زندگی بکنه، آیندهش به هیچ وجه با حالش و گذشتش فرقی نمیکنه، این بزرگترین واقعا جنایتش که میتونید در حق جوانای مملکتی بکنید و قطعا بیشترین مسئولیت استیصال رو بر عهده در واقع این شرایط اقتصادی است که بر مردم تحمیل کردند، در این تردیدی نیست. اما به غیر از اون استیصال اقتصادی، من یک استیصال فرهنگی هم میبینم. این استیصال فرهنگی من فکر میکنم فقط مال مردم نیست، یعنی فقط مال محکومان جامعه ما نیست، مال حاکمان هم هست. من از وقتی که نگاه میکنم به نامه هایی که معتقدان به رژیم و انقلاب این روزها دارن به خطاب به رهبر انقلاب مینویسن و دارن نگاه میکنن به جامعه و تجزیه تحلیل میکنن و میگن که به چه نقطه ای رسیدن در کشور، این استیصال کامل فرهنگی و فلسفی اینها رو نشون میده. یعنی شما باید در اوج واقعا بحران باشی برای اینکه فکر بکنی همه اهدافی که داشتی در این 40 سال اخیر درشون شکست خوردی و همه چیز در واقع در حال از هم پاشیدگی است. و این استیصال فرهنگی به نظر من هم مال حاکمان هم مال محکومان. محکومان برای اینکه ما به هر حال یه جامعه‌ای داشتیم که احساسات و اعتقادات مذهبی درش بسیار زیاد بود و اکثریت مردم ما به نوعی به شکلی به هر حال احساسات مذهبی، اعتقادات مذهبی داشتند، حالا شدت و ضعف داشت، کم و زیاد داشت، مذاهب مختلف به هر حال اقلیت‌های مذهبی داریم ما، ولی به هر حال این اعتقادات در جامعه ایران بود در دوره شاه و با این حکومت جمهوری اسلامی در طی این سالها بنیادهای اعتقادی و اخلاقی مردم من احساس میکنم آسیب بسیار زیادی دیده و این استیصال در واقع فرهنگی در سطح جامعه وجود داره. من این رو هم در جامعه روشنفکریمون میبینم، هم در مردم میبینم و حالا هم در حاکمانمون که واقعا احساس میکنن که به نقطه پایان رسیدن. حرکت‌های اعتراضی نمادین چون نافرمانی مدنی دختران
خیابان انقلاب تهران و یا روستاییان اصفهان که در نماز جمعه پشت به دشمن و رو به میهن ایستادند، تا چه حدی میتونه بر کل مبارزات هفته های اخیر و هفته های آینده تاثیرگذار باشه؟ خب به نظر من این جنبش های اعتراضی در واقع نطفه و آغاز اون مبارزه مدنی است که گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی رو نهایتا امکان پذیر میکنه. حرکت دختران انقلاب اهمیتش به نظر من به خاطر این استش که جنبش مبارزاتی استراتژی مبارزه رو درست تشخیص داده. در همه دنیا، در بقیه جوامع، قانون ناعادلانه رو شما با نقض مداوم و زنجیره‌ای و روزانه هست که شما مقابله میکنی باش و نهایتاً برش پیروز میشی. این رو جنبش حقوق سیاه‌پوستان امریکا، جنبش مبارزه در هند برای که اولین در واقع کمپین گاندی، کمپین نمک، یا چه میدونم قوانین ناعادلانه دیگری که در افریقای جنوبی حاکم بود به عنوان مثال، در همه دنیا قانون ناعادلانه رو شما با در واقع نقض روزانش هستش و داوطلبانه و بیخشونت هست که در واقع مشروعیتش ازش میگیری و این رو ارزشش در اینه. و اگر و من فکر میکنم که اگر که در واقع توی پروژه های دیگر و مبارزات دیگری که در سطح جامعه در جریان بتونه این تفکر استراتژیک رسوخ و نفوذ بکنه، به نظر من گام خیلی خیلی بزرگی است به جلو، برای اینکه اصلاح طلبان ما تا به امروز دچار این توهم بودند، یعنی حتی اونهایی که حتی ناعادلانه بودن قوانین حاکم رو میدونن اما فکر میکنن اصلاح طلبی در این استش که شما به قوانین ناعادلانه احترام بگذاری و در چهارچوبشون سعی بکنی حرکت اصلاحی رو انجام بدی. و این چیزیست که اصلا هم سابقه نداشته. هیچ کدوم از اصلاح طلبان، هیچ کدوم از جوامع دنیا در چهارچوب قانون ناعادلانه سعی نکردند که قانون رو تغییر بدن. قانون ناعادلانه رو با نقضش هست که شما تغییر میدی. این اهمیت جنبش دختران انقلاب هست به نظر من. اهمیت کشاورزان و زاران و اون جنبش اونها به نظر من در این استش که اینها در واقع حداقل اون نسل ما، نسل شما خوب به یاد میاره که اینها پایه، یکی از پایه‌های مهم انقلاب اسلامی بودند. حتی وقتی که در شهرها شما نگاه میکردید به نطفه های جنبش انقلاب اسلامی، روستاییانی بودند که از روستاها کنده شده بودند و به شهرها اومده بودند. روستاییان ما همیشه نسبت به روحانیت خوشبین‌تر از شهرها بودند، میزان وفاداریشون بسیار بیشتر بوده و میزان در واقع تمایلشون به تحول انقلابی و حکومت ساقط کردن هم معمولا کم هست، چون مثل همه کشاورزان و دهقانان همه جوامع اینها یک مقداری حالت محافظه‌کارانه بیشتری دارن و وقتی که اونها به خیابون میان، وقتی که اونها یه حرکت اعتراضی رو شروع میکنن، این معمولا علامت خیلی خوبی برای نظام حاکمشون نیست. این رو توی انقلاب های مختلف ما دیدیم و تجربه کردیم. انقلاب خود انقلاب اسلامی به هر حال یک نمونه اخیرش در جامعه خود ما بوده و این حرکتی که شروع کردند در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی و روحانیون پایه های اجتماعی خودشون رو در اونجایی که قلب جنبششون بوده در روستاها از دست دادن و بنابراین من فکر میکنم که این هم یک نقطه آغاز دیگر بسیار نیرومندی است برای حرکت اون مبارزه استراتژیک گسترده تری که گذار رو امکان پذیر میکنه برای کشور. شما اشاره کردید به مبارزه بدون خشونت. اصولا تعریف مبارزه بدون خشونت چیه؟ به عنوان مثال میشه واکنش مردم به سرکوب وحشیانه در جریان اعتراض های خیابانی رو
خشونت دونست. مردم در سوریه ماها به صورت مسالمت‌آمیز دست به تظاهرات و اعتراض زدند، ولی از همان روزهای اول پاسخ رژیم بشار اسد تیراندازی به سوی مردم و انداختن بمب‌های موسوم به بشکه‌ای از هلیکوپتر بود. بعد جنگ آغاز شد. آیا مردم باید نسبت به هر گونه خشونتی که از سوی حاکمیت اعمال میشه از خودشون واکنش نشون ندن؟ نه ببینید، هیچ مبارزه بی خشونتی خالص نبوده. اصلا اشتباه هست ما اگه فکر بکنیم که میتونیم توی هیچ کدوم از جنبش هایی که در گذشته انجام می شده و موفقیت آمیز بوده، جنبش های بی خشونت، ما این رو به صورت خالص ببینیم که همش بی خشونت بوده. در هند گاندی بخصوص روی این قضیه، روی نکته خودش شخصا اشاره میکنه، میگه یکی از دلایلی که انگلیس تصمیم گرفت ما رو به شدت سرکوب نکنه این بود که در بعضی نقاط کشور شاهد یک سری مبارزات شکلی و یک سری مبارزات مسلحانه بود و اینا بلافاصله نگران شدن و احساس کردن اگر جنبش ما رو که جنبش بیخشونته بیان سرکوب بکنن، اون موقع با یک جنبش خشونت‌آمیزی مواجه میشن که نه فقط فاتحه انگلیس ها رو در هند میخونه، بلکه در کل منطقه تمام مستعمراتشون رو به خطر میندازه. و چه اینجوری بود که حاضر نشدن اون ریسک رو بکنن، یعنی از یک جای دیگه پا پس گذاشتند و حاضر نشدن که بیشتر سرکوب بکنن به خاطر اینکه این ریسک رو داشت. در جنبش های دیگه هم همیشه همینطور بوده. اینا شما یک به هر حال هیچ وقت نمیتونید همه مبارزینتون بخصوص مبارزین جوانتون رو، اینا هیجان زده میشن، اینا به هر حال عکس العمل متقابل نشون میدن. جنبش انتفاضه اول یه جنبش تقریبا بیخشونت بوده، همه محققان ازش به عنوان جنبش بیخشونت یاد میکنن، اما تو همون جنبش انتفاضه اول هم هیچ کس نمیتونست جلوی سنگ پرتاب کردن کودکان رو بگیره. شما میدونید که یک مشت کودک با پرتاب کردن سنگ در واقع یک کمپینی رو شروع کردند که نهایتا وجهه بین‌المللی پیدا کرد. ولی خب این که حالا سنگ پرتاب کردن واقعا خشونت آمیز هست یا نیست برمیگرده باز به تجزیه و تحلیل اون شرایط خاص. در مورد ایران هم من فکر میکنم که وظیفه مبارزین با تجربه تر این هستش که مردم رو تشویق بکنن به اینکه به خشونت دست نزنن و هر جا که میبینند که خشونتی داره شکل میگه و متوجه مامورین بخصوص این مامورین دولتی که خیلی هاشون از سر ممکنه اجبار اونجا هستند و در حال حاضر دارن در وفاداری خودشون به نظام دچار تردید شدن، اینها رو اگر که با خشونت دوباره به طرف نظام هل ندند، خب مبارزه به سرعت پیشرفت بیشتری میکنه و راهش در واقع این هستش که تشویق بکنن مبارزان رو به اینکه دیسیپلین مبارزه بی خشونت رو نگه دارن. ولی خواهی نخواهی در گوش و کنار ما خواهیم دید یک همچه چیزهایی رو. در سوریه که مثال زدید یه خورده پیچیده تر است به خاطر اینکه قوای سرکوبی که در سوریه بود، قوای تمامشون قوای ارتشی سوریه نبود، جنگجویان خارجی اونجا بودند، بسیاری به هر حال از طرف دولت ایران اونجا فرستاده شده بودند و تجربه مبارزات بیخشونت نشون میده که در واقع ارتش خارجی مدت طولانی تری میتونه یک سرکوب بیرحمانه بکنه تا ارتش داخلی. ارتش داخلی سختتر هست برای اینکه بالاخره اون پاسداری که قراره توی این جمعیت شلیک بکنه دیر یا زود چهره ای از افراد و خانواده خودش رو اون تو میبینه، باید به طرف زن و بچه و خویشاوندان زن و بچه خودش شلیک بکنه. خب این خیلی دشوار میکنه کار رو بعد از یه مدتی و در واقع روحیه جنگ کردن رو از این سربازان رژیم سلب میکنه. مبارزه بی خشونت کارش این استش که در واقع ما میگیم مثل کارش پوست کندن این پیاز قدرت هست. شما لایه لایه در واقع کسانی رو که دور دیکتاتور رو گرفتن ازش جدا میکنی،
اگر که بخوای حمله بکنی و با خشونت با اینها رفتار بکنی، اینها رو متحد میکنی و جمع میکنی دور هم و پشت به پشت هم میکنن برای اینکه دارن حالا برای بقای خودشون مبارزه میکنن. ولی اگر شما مسئله جنگ برای بقا رو از معادله خارج بکنی، با آغوش باز حاضر باشی اونها رو بپذیری و حاضر نباشی در مقابل خشونت اونها خشونت متقابل انجام بدی، هست که شروع میکنی کم کم به پوست کردن اون پیازی که در نهایت دیکتاتور میمونه، به قول این روزها میگن مردم علی میماند و حوزش. و این راهیه که مبارزه بیرونت در واقع برای ما پیشنهاد میکنه، ولی هرگز این خالص نیست. ما همیشه در واقع میتونیم در همه موارد تاریخی مشابه دیگه هم موارد نشون بدیم که خشونت، موارد خشونت آمیز در واقع مخلوط میشه با این قضیه. جنبش های اخیر، چه جنبش های دیماه و چه در این روزها در شهر اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، با مدیریت میدانی و محلی انجام گرفتند. آیا برای توسعه و گسترش این اعتراض ها و این تظاهرات ها احتیاج به یک مدیریت سراسری و سیاسی که بر مبنای تعیین استراتژی باشه نیستش؟ یعنی فکر نمی کنید که برای اینکه این خیزش های مردمی تداوم پیدا کنن احتیاج به نوعی هماهنگی و رهبری است؟ بله، متاسفانه نقطه ضعف این جنبش های خودجوش همینه که می فرمایید، یعنی تفاوتی که اینها با جنبش مبارزه استراتژیک دارن. در مبارزه استراتژیک ما سه عنصر اصلی داریم: عنصر برنامه ریزی، عنصر سازماندهی و بالاخره عنصر برآورد تخمین استراتژیک هست. از سوی کسانی که مبارزه استراتژیک رو میشناسن و نقاط ضعف و قدرت مبارزه رو دائم تخمین میزنن، نقاط ضعف و قدرت دیکتاتور و نظامش رو تخمین میزنن و اون وقت جهت استراتژی و تاکتیک های جنبش رو روزانه تغییر میدن یا هفتگی یا ماهانه تغییر میدن برای اینکه حرکت مبارزه تسریع پیدا بکنه و موفقیت ها بیشتر بشه. ولی وقتی که خودجوش هستش و قبلا هیچ برنامه ریزی نشده، خب اینها دشوارتر هست. اتفاقی که در ایران افتاده اینه که جنبش خودجوشه ولی یکی دوتا نیست و در یکی دوتا شهر هم نیست و برای همین باز هم حکومت رو از سرکوب کاملش ناتوان کرده، به خاطر تعداد زیادش و به خاطر در واقع گسترش جغرافیاییش توی محدوده کشور. بنابراین یک فرصتی رو در واقع پیش آورده برای مردم، برای اینکه با وجود اینکه جنبششون خودجوشه، بتونن و امکان اینو داشته باشن که توی ماهای آینده این جنبش رو، جنبه استراتژیکش رو قوی تر بکنن، برنامه ریزی و سازماندهیش رو بیشتر بکنن. و رهبران یه همچه جنبش هایی هم معمولا به طور محلی و از توی خود جنبش میاد بیرون. اغلب کوشش هایی که میشه که معمولا از طرف روشنفکران تبعیدی یا کسانی که در خارج هستن یا غیره برای اینکه رهبری برای این جنبش ها درست بکنن کمک میکنه البته در مواردی، ولی نهایتا مؤثر نیست. نهایتا مؤثرترین رهبری از توی خود این شبکه های مبارزات خودجوش بیرون میاد، برای اینکه در ضمن اینکه هر روز دارن اینها مبارزه میکنن، تجربه هم کسب میکنن و این تجربه مبارزاتی که اونها در مبارزه روزانه شون در کوچه و خیابون با حکومت به دست میارن بسیار گرانبها هست و بسیار کمک میکنه برای اینکه بتونن اون تخمین استراتژیک رو درستتر از دیگران انجام بدن. برخی معتقدند آقای احمدی که دسترسی مردم به تکنولوژی مانند تلفن‌های هوشمند و یا اینترنت و حضور در شبکه‌های اجتماعی به نوعی میتونه خلأ رهبری رو پر کنه. آیا واقعا میشه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو جانشین یک رهبری سیاسی در مبارزه برای دموکراسی دونست؟ بله، دو تا نظر تقریبا متفاوت با یکدیگر، ولی
مهم در این زمینه من از محققان مبارزه بی خشونت میبینم. یکی جنبه مثبتش هست، یکی جنبه منفیش هست. جنبه مثبتش همین است که شما فرمودید و خیلی مهمه، یعنی در واقع مبارزه بی خشونت رو به اصطلاح این محققان فرنگی هایپر مدرن میکنه. شما در گذشته برای اینکه اخبار جنبش رو از یک شهری به شهر دیگه برسونی، از یک دهی به ده دیگر برسونی، از تجربیات جنبش رو منتقل بکنی، نوعی که ما رو سرکوب کردن امروز بتونی به دست مبارزانی برسونی که میخوان حالا هفته آینده در یک شهر دیگه تظاهرات بکنن، اینها خیلی دشوار بود انتقال اینها، و الان به خاطر تکنولوژی خب این بسیار آسونتر و بهتر صورت میگیره. و در واقع شبکه ارتباطی که بخشی از اون عنصر دومه، عنصر سازماندهیه، شبکه ارتباطی رو آسونتر شکل میده و بنابراین گاهی وقتا به گسترش یک جنبشی سرعت میبخشه به نسبت که مقایسه بکنیم با همین جنبش ها تو سالهای 60 و 70. اما یک جنبه منفی هم من دیدم این روزها راجع بهش می نویسند بسیار، و اون این هستش که بعضی وقتها جوانهایی که موتور محرک این جنبش هستند، در واقع کسانی هستند که باید در خیابون این جنبش ها رو رهبری بکنن و یا اینکه در جنبشون تجربه خیابانی رو کسب بکنن برای اینکه بتونن ارزیابی استراتژیک بکنن، تخمین استراتژیک بدن و جنبش رو هدایت بکنن، اینها میان توی فضای مجازی در واقع و بعد در فضای مجازی جذب میشن و در واقع بیشتر حرکت مبارزاتیشون میاد توی فضای مجازی و این یک فرصت میده به رژیم‌های دیکتاتوری که بعداً اونها رو توی همون فضای مجازی سعی بکنن کنترل بکنن و سرکوب بکنن. چون بالاخره فرض بکنید اگر قرار شد که تلگرام برای شما یک سلاح بزرگ مبارزاتی باشه، اون لحظه ای که تلگرام رو قطع میکنه یا فیلتر میکنه، سلاح شما رو از دستتون گرفته. ولی اگر که شما برای تدارک و سازماندهی مبارزتون از قبل برنامه ریزی کرده باشید و پیش بینی کرده باشید که از یک جایی خواهد رسید که این دیکتاتور تلگرام رو قطع خواهد کرد یا فیلتر خواهد کرد و ما چجوری و در ظرف چند روز اون موقع اون ارتباطات رو در کانال دیگری و نقطه دیگری و جای دیگری دوباره تشکیل خواهیم داد، اگر یه همچه برنامه ریزی هایی انجام شده باشه، اون وقت اون جنبه منفی این قضیه که در واقع محدود شدنش به یک کانال فضای مجازی خاص هست کمتر میشه و جنبش میتونه همچنان علارغم فشارهایی که دیکتاتور میتونه توی این قسمت تکنولوژی بیاره، چون به هر حال این نظامهای دیکتاتوری هم به این تکنولوژی دسترسی دارن و ثروت و تکنولوژی رو دارن برای اینکه مقابله بکنن توی اون حوزه، بنابراین این بخش منفیش رو باید سعی بکنن مبارزان همیشه توی کشورهای مختلف. یکی از به هر حال مشکلاتشون این هست که چجوری این قسمت منفی تاثیر منفیش رو کمتر بکنن و از جنبه های مثبتش استفاده بیشتری بکنن. با سپاس از همراهیتون. قربان شما.